درود میفرستم به همه شما عزیزان من یه ویدیویی رو دیشب از سرهنگ دوم تکاور آقای فرشاد فروزش دیدم خطاب به خودم و رسم ادب بود که بهشون پاسخ بدم یک فرد وطن پرستی است جد در جدش تا جایی که من خبر دارم ارتشی بودن هیچ ارتباطی من تا به امروز با ایشون نداشتم ولی دورا دور خب مسائل دنبال میکنم و میدونم که ایشون جد در جدشونم ارتشی بودن خیلی وطن پرستن. و صحبت های خیلی خوبی هم در مورد تاریخ میکنن یک مسئله رو دیشب مطرح کردن که رسم ادب بود من بهشون پاسخ بدم مسئله که ایشون خطاب به من مطرح میکنه رو گوش کنیم تا من پاسخی به جناب فروزش داشته باشم اولین بحثم این هست که پیامی دارم برای آقای امید دانا امید دانا خب چهره موفق رسانه ای به حساب میاد در خارج از کشور به هر حال دستش هم بازتر هست البته ارتباط خصوصی با بنده قطعا نداره ولی من به صورت عمومی به ایشون پیام میدم و میدونم پیام من رو دریافت میکنه ایشون ببینید ما الان در خارج از کشور یک مشکلاتی داریم الان اخیرا تحرکات اعضای سازمان مجاهدین خلق یا منافقین زیاد شده بلخص در فرانسه و یه مقداری هم حالا در آمریکا و مدامیان در روبروی کنسولگری های ایران و غیره شعار میدن توهین میکنن نمیدن پرچم پاره میکنن آتیش میزنن و غیره از این طرف ما کسی رو نداریم که بیاد و ایرانیان وطن پرست و مخالف این منافقین رو سازماندهی بکنه که مثلا در آن طرف خیابون بیان و علیه اینها شعار بدن که اینا تک تازی نکنن ببینید درسته که آقای امید دانا در عرصه سایبری و مجازی بسیار خوب عمل کرد و بازیدهای چه پنجه هزار داره ولی من به ایشون پیام میدم که یک کمی هم وارد میدان باید بشیم درسته که دیپلماسی خوب هست ولی آخرش بعد مثل قاسم سلیمانی خدا رحمتش کنه انشاءالا وارد میدان بشیم و اکاش میشد که ایشون بیاد و به هر حال هر جای که این سازمان مجاهدینی ها اومدن و دارن شعاری میدن و علیه ایران توطعه میکنن ایشون فراخانی میزد و فرماندهی رو بر عهده میگرفت و دی رو جمع میکرد میرفت روبروی این افراد خدا شده خودم خارج از کشور نیستم اگر بودم قطعا این کارو میکردم یعنی هر جایی که اعضای این سازمان میخواستن توطعه بکنن مطمئن باشید من فراخانی میزدم و ایرانیان وطن پرست و میهن دوست رو دور خودم جمع میکردم و میرفتم اونجا و محکم جلوی اینا وای میسادم اخیرا یه کلیپ خیلی خندهداری دیدم که اینا داشتن این طرف شعار میدادن یک مرد میان سالی هم بود زیاد جوان نبود اومد و... هفتاد سالشه هفتاد سالشه و خیلی اصخایی میکنم رفت و شلوار خودش رو اوورد پایین پشت شکر بین شلوار خودش رو و یکی از اعضای همین منافقین هم بوده بوده اومد یه لگت بهش زد و رفت و پلیس خیلی خنددار و جالبی بود و حقشون هست اینا کسانی هستن که در اوج جنگ ایران عراق رفتن و صدام رو بغل کردن و اطلاعات دادن به صدام و این صحبت های فروزشه که حالا مسئله مطرح کردن حالا من حتی در این لینک برنامه که اومد در یوتیوب کانال یوتیوب ایشون رو در کامنت اول قرار میدم دوستان کانال یوتیوب جناب فروزش هم حمایت کنن حرفای خیلی خوبی میزنن ببینید ما باید کسانی که در پروفایل دفاع از وطن کار میکنن شبکه‌های اجتماعیشون رو حمایت کنیم ما باید یاد بگیریم ساپورت کردن ببینید یک چیزی که امروز جریان براندازی به آخر خط رسید من در یک برنامه دیگه ای گفتم این بود که همدیگر ساپورت نمیکردن حسادت میکردن ما بعد از این فضا بیایم بیرون هر کسی که داره حرفایی در دفاع از وطن میزنه باید مورد ساپورت قرار بگیره حالا بستگی به انرژی که میذاره تو کارش اینا به همون اندازه برایش ساپورتش کنید به هر حال بایستی همدیگر ساپورت کنیم که بیایم بالا و اجازه ندیم که دشمنان ایران این سطح خبری انجام اما در جناب پیشنهاد جناب فروزش ببینید جناب فروزش من قبلا چندین بار تظاهراتی رو داشتم علی جریان تجزیه طلبی پانکورد در خود استرکال، ببینید اتفاق دنیای اروپا خیلی دنیای متفاوتیه میزان خش میزان استیصال میزان ورشکستگی که جریانات اپوزیسیون دارن انقدر زیاده که اینا چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن ببینید مثلا برخی از اینا که با من درگیر میشن طرف نگاه میکنه نه خونه داره نه زن داره نه بچه داره نه زندگی داره هیچ چی برای از دست دادن نداره و عموما 99 درصد کسانی که امروز در جبهه فکری ما دفاع میکنن از وطن و میگن جمهوری اسلامی نباید سقوط کنه حتی اختلاف نظری دارن با جمهوری اسلامی اصلا طرف مسلمان نیست در اروپا از اسلام در اومده. ولی میگه جمهوری اسلامی باید سر جاش بمونه به خاطر که مملکت ما رو حفظ کرده و غیره تمام اینا افرادی که موفقیت های ای با وجود اینکه ناراضی هستن در دنیای غرب دارن زندگی میکنن ولی موفقیت های گسترده ای به دست آوردن شما نگاه کنید هرچی دکتر مهندس هرچی آدمیه که سرش به تنش داره در میارزه و در اروپا کار میکنه از آقای خامنه ای داره دفاع میکنه یک حقیقت محضه تمام اونایی که مثلا این آقایی که نشون دادید که شلوارش کشیده پایین اینا همه چیزشون رو از دست دادن اینا نه خونه زندگی درستی دارن نه زن و بچه درستی دارن بخش قابل توجه طلاق گرفتن و چی برای از دست دادن ندارن برای همین اینها مرزی برای هیچ مسئله ای نمیدن هر کسی دفاع از وطن میکنه ولی به این که حتی در فضای رسانه این مورد اذیت از و آزار قرارش میدن و من خیلی مسئله نمیتونم باز کنم ولی میخوام بگم ایران شما دیدید یک نمونه کوچیکش که مردم رفتن که میخواستن رأی بدن این وحشی ها که بازماندگان خانواده های تروریستی دهه هستن چه برخوردهایی هایی کردن چه رفتارهایی هایی کردن یک مسئله دیگه که در اروپا وجود داره سازمان مجاهدین وقتی تظاهرات میذاره مجوز میگیره شما نمیتونید روبروی سازمان مجاهدین برید تظاهرات کنید این کار کار خلاف قانونه یعنی شما باید مجوز بگیری یعنی وگرنه پلیس اونجا شما رو اذیت میکنه بازداشت میکنه براتون دردسر حقوقی داره حالا برعکس اینا شاید پرسش باشه چطور مثلا کسان دیگر تظاهرات دارن مثل هواداران ایران یا مثلا مراسم دیگه چطور مجاهدین میان روبروشون مثلا شعار میدن برای که مجاهدین افرادی هستن که ورشکستن و زندگی گفتن به همون دلیلی که چیزی برای از دست دادن ندارن برای همین خیلی راحت میان خلاف میکنن خیلی راحت میان خلاف میکنن ببین شما د جبه دشمن ابایی از اینکه فعالیت های مجرمانه انجام بده نداره شما دو سه بار در خونه من فیلم گرفتن الان یه مزایمی که در شمال همین جزیره است کلی کار غیر قانونی کرده که وکیل من داشت میخوام میگه اصلا این خیلی دیمونه است چطور حاضر شده این کارهای غیر قانونی رو بکنه چرا چون چیزی برای از دست دادن نداره نه زنی داره نه زندگی داره نه کار خوبی داره ولی ماها نمیتونیم یعنی کسانی که در جبهه فکری ما هستن ماها نمیتونیم به خاطر اینکه ما نمیتونیم خلاف ما درست نقد داریم به یک سری سیاست ها در اروپا ولی اول آخر ماها پاسپورت سوئد داریم اجازه کار بخره حالا من سوئد رو دارم بخر بقیه تو کشورهای دیگه ماها مجوز کار داریم توی کشورهای اروپایی پاسپورت داریم و زندگی داریم و در سیستم کشورهای اروپایی داریم زندگی میکنیم بنابراین ما ملزم و وظیفه داریم به عنوان یک شهروند درست قوانین کشورهایی که حتی اگه قبولش نداریم اون قوانین رو رایت بکنیم یک دلیلی که من میگم مخالفین ایران مثل مجاهدین خلق مثل هوادارای رضا پهلوی مثل حالا جنرات مختلف اینا مجرمن همینه اینها مجرمن بر اساس قوانین خود اروپا یعنی مجوز کار داره در اروپا اقامت اروپا رو داره اقامت آمریکا رو داره اقامت کانادا رو داره یعنی خلاف اون قوانین داره اقدام میکنه خیلی جالب من یه صدایی دیشب برای من رسید از همین کسی که داره فعالیت تروریستی میکنه شمال این جزیره گفته بود من با امیدانا مشکل دارم چون یکی دو تا از حرفاشو گوش کردم خوشم نیامد گفتم پس این نباید حرف بزنه این رسما برخلاف قوانین کشور اسپانیا این حرف ولی داره میگه صدا رو هم ضبط کرده برای یکی فرستاده برای ما فرستاده حالا اینا رو ما هم داریم ترجمه میکنیم برای همین چون جبهه مقابل جناب فروزش این جبهه مقابل هیچی نداره ابایی از کار مجرمانه نداره یعنی ما نمیتونیم جلو اینا حالا یک بحثی بود که خودمون یه تظاهراتی بزنیم این داریم روش کار میکنیم کار به که میدونی هزینه سازی میکنن برای مردم این شما یکی بازم هم همونی که افرادی که هواداره ایران هستن یه چیزی برای از دست دادن دارن دیگه آبرو آبرو خانوادگی بالاخره خانواده داره یه طرف دختر داره پسر داره زندگی داره زن داره ماها که داریم تظاهرات میکنیم ماها ها اف... افراد فهاش و با الفاظ رکیکی نیستیم چون ماها دارای پرنسیپ هستیم دارای خانواده هستیم اصلا یک دعوایی که امروز علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور رخ داده دعوا بین خانواده و بی خانوادگی است شما در بازداشتگاه مناتو نگاه کنی مجریای مناتو خیلی راحت گفتن که چرا مثلا مادر باید مقدس باشه اصلا کی گفته مادر مقدسه مادر میتونه دوستمون باشه دوست پسر بگیره این حرفای خانم میترا بابک و مثلا روان روانشناسشون رو, 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 رو گوش کنید شما صحبت های آقای هلاکویی رو گوش کنید که اصلا برنامه‌ای که هلاکویی میزنه اصلا شاخ در میاره اصلا اینا مال خولیا دارن چه حرفایی میزنن صحبت میزنه که مثلا شما اگه شوهر تا چند تا دوست پسر میتونی داشته اینا برنامه‌های هلاکویی دهوا ده اصلا بین جبهه خانواده دارها و بی خانواده هاست در همین این جماعت بی خانواده ابایی نداره از استفاده و به کار بردن الفاظ رکیک خب این جپه هوا اینه که خانواده دادن در اروپا چون پلیس هم به حال در نهایت کاری نمیکنه تو این تظاهرات ها و اینا میان و توهین های خیلی رکیکی میکنن به هواداران ایران و خب اینه که هوادار ایران هستن بهش فشاری من منو خانم من پوستمون کلفته ما خیلی پی خیلی سیدا به تنمون مالیدیم ولی همه نمیتونن پوستشون مثل امید و کلفت باشه طرف تو فش فوش خارمادر بدن به دخترش و زنش بهش فشار میاد این جپه برانداز چون خانواده نداره چون مادر نداره خیلی راحت الفاظ و فوشای ناموسی رو به کار میبره برای همین خب یه خود سخته اما داریم روش کار میکنیم که در آینده به یاری خدا بتونیم یک تظاهرات بزرگ بعدم تظاهرات تظاهرات بزرگی باشه تظاهرات چند هزار نفر باشه وگرنه ما نمیخوایم مثلا تظاهراتی بزنیم مثل این ایزان اپوزیسیون برانداز خاک انداز که تهش خلقه به 100 نفر تا نفر میرسن و من تعارضات 20 نفره 30 نفره اینا دارن ما تعارض بزنیم تعارض چند هزار نفره میذاریم که دیگه هیچ بحثی توش نباشه و یک اقتدار کامل رو به نمایش بذاریم اما این باید بذاریم به گذر زمان در آینده حداقل تا دو سه سال دیگه که این اقدام رو به خاطر بحث کرونا اینا نمیتونیم انجام بدیم چون من بخوام چنین تظاهراتی در مرکز اروپا بزنم مستلزم اینه که با یاران برم چند دیدار در کشورهای مختلف اروپایی داشته باشم قبلا از اینجور میگم یه ما برنامه داریم بزنیم مثلا تظاهرات وطن پرستان علیه جریان پانکور تو استکهلم یه حالا قبلا فیلمشو گذاشتیم تو یوتیوبمون هست یک تظاهراتی بود اصلا کلی سر صدا شد تو استکهلم و خیلی خطرت جانی هم برای ماها و دوستانی که کنارمون بودن ایجاد شد به هر بحث پیچیده من تا اونجایی که تمام داشتم خواستم توضیح بدم و قضیه رو باز کنم خیلی ممنون که این قضیه رو شما پیشنهاد دادید و سبازگذارتون هم دوستان حمایت از آقای فرشاد فروزش هم در یوتیوب فراموش نشه آینده ایران بدرود